به نام پروردگار متعال، بیننده های نازنین سلام، امیدوار هستم که در هر جای دنیا هستین جور صحتمند باشین. کریم اسیر هستم در خدمت شما. بعد از گذشت تقریبا 4-5 ساعت راه رسیدیم به دروازه ورودی شهر باستانی ولایت بامیان. هموطنان نازنین، طوری که شما در جریان هستین، در هفته گذشته دو انفجار قوی در این ولایت جان بیشتر از 20 تن از هموطنان ما را در ولایت بامیان گرفت و بیشتر از 50 و چند نفر را اینجا زخمی ساخت. امروز آمدیم تا بریم به محل رویداد و بر شما از محل رویداد یک گزارش بسازیم و در کنار از او بتانیم با فامیل های قربانی های جنگ و کسایی که در این حادثه زخمی شدن یک کمک هم انجام بدیم. پس تا آخر از این برنامه و برنامه های بعدی با ما باشین. مثل همیشه چینل کابل فنس تماشا کنین و سابسکرایب. ولایت بامیان در حال گذر از این منطقه است و معترضینی که در خیمه حضور دارند، اینها به رسم اعتراض دم روی کاروان والی از این ولایت استاد هستند و میخواهند عدالت میخواهند برای زخمی ها و برای شهدای از این رویداد که در این حادثه جانهای شیرینشان از دست دادند. و طوری که در تصویر میبینین والی از این ولایت با موترهای خود به اعتنا از کنار این جوانان میگذره و میره به طرف ولایت و بر رسم اعتراض ای خیمه دیروز ختم قرآن عظیمشان داشت و امروز فاتحه خوانی که هنوز هم جریان داره و در جریان از این گزارش انشاءالله رحمان با مسئولین ای خیمه هم صحبت خواهد داشت. بین که با جوانایی که بر رسم اعتراض در این خیمه تصاویر شهدای حادثه را با هم حمل کردن و استاد هستند، این روز سوم و چهارم است که در اینجا هستند. بین که امروز از اینا هم صحبت داشته باشیم، یکی از مسئولین کمیته فرهنگی این خیمه اینجا استاد هستند. میشه که شما راجع به حادثه و راجع به تحسنی که انجام دادین بر ما معلومات بدید؟ به نام خداوند بزرگ و یاد شهدا، با عرض تشکر شما که حضور پیدا کردن و اخبار ما را رصد میکنن. عمق فاجعه بسیار عمیق و گسترده بود، یعنی در بامیان چنین چیزی غیر قابل تصور و غیر قابل باور بود. یک جغرافیای کاملا مدنی و با مردم مدنی خواه و یک جغرافیایی که در طول تاریخ، در پس تاریخ طالبانی، حتی یک فیر اینجا صورت نگرفته، این برای ما بسیار مشکوک و سوال برانگیز بود. در قسمت فاجعه روز سوم قوس دو فاجعه، دو انفجار پای هم صورت گرفت که ما بیشتر از تقریبا 20 نفر شهید و بالاتر از 58 نفر زخمی اینجا داریم. متوقف از روز بعدیش در چوک علکان یک انفجار دیگه صورت گرفت که خوشبختانه و خسارات در پای نداشت. خواستهای اساسی ما در ارتباط موضوعی است که شناسایی عاملین قضیه و محکمه کشانیدن رسمی و علنی اینها است و عاملینی که در پشت قضیه وجود داره که یعنی این حادثات را سازماندهی کرده، در هر سطحی که باشه ما خواهان از هستیم که اونا معرفی شوه و به مردم به میز محاکمه کشانده شوه. خواست دوم ما است که مقامات امنیتی ما، در کنار از اینکه ما همیشه از مقامات امنیتی خود نیروهای دلیر و قهرمان امنیتی خود حمایت های گسترده کردیم و میکنیم، به عنوان اساسی ترین پرسش و اساسی ترین خواست که ما خواست بیشتر از این نداریم. یعنی ما از حکومت میخواهیم که وظیفه خود را درست انجام بده، چیزی بالاتر از این از حکومت و مسئولین امنیتی نخواستیم و نخواهیم خواست. و امروز هم ما خیمه ما بر رسمی است که مسئولین امنیتی حداقلش بیاید، مسئولین درجه یک امنیتی ولایت بامیان، و خواست های اساسی ما توجه بکنه، پاسخ بده که چرا چنین چیزی اتفاق افتاد. و یک از دلایل دیگه که ما اینجا خیمه را امروز افراز کردیم، مردم ما در حمایت ما اینجا آمدن، حضور پیدا کردن و حضور دارن، این است که در آینده چنین حوادث تکرار نشه. یعنی مسئولین امنیتی در هر رده و هر کسی که سهلنگاری کرده و غفلتی وظیفه ای صورت گرفته، اونا باید تجدید نظر صورت بگیره تا در آینده ما شاهد چنین حوادث تلخ و اسفناک نباشیم. و ما تا اینکه مسئولین امنیتی و مسئولین محلی از والی تا قمندان و رئیس امنیت و دوستایی که در اینجا هست با ما پاسخ شفاف و واضح ندن، و در قسمت خاص دیگه خیمه ای است که ما خواهان یک لوای
امنیتی از اردوی ملی در بامیان و استقرار از در بامیان هستیم برای حفاظت اراضی و برای حفاظت مرزهای بامیان، چون پلیس بامیان اگر بیشتر مصرف کارهای امنیتی و کارهای دفاعی شود امنیت شهری ما در خطر و تهدید بیشتر قرار میگیرد. خواست مشخص ما است که یک لوا یا یک کندک اردوی ملی حداقل برای دفاع و برای از اراضی بامیان ایجاد شود تا پلیس ما در آرامش، امنیت ملی ما در آرامش بیشتر بتونه روی موارد شهری و کارهایی که ارتباط مستقیمی با وظیفه از اینها داره اقدام بکنن و کارشون را انجام میدن. در غیر از او فکر میکنم که تهدیدات بیشتر میشه و هر روز ما گواهی حادثات تلخ دیگه ای خواهیم بود. لحاظا خیمه ما همچنان دراز ما ادامه خواهد داده شد تا اینکه ما به خواست قطعی و پاسخ نهایی از طرف حکومت و مسئولین محلی برسیم. تشکر. درست خواهش میکنم. در کنار از اینکه جوانا برادرای بامیانی ما هستند، در اینجا حضور خانم ها هم پررنگ است و هستند خواهرایی که در کنار برادرای خود به خاطر این تحسن و اعتراض استاد هستند. من که از اونها هم بپرسیم که چی فکر میکنین که خیمه تحسنی که شما را اندازی کردین چقدر نتیجه بخش خواهد بود و خواست شما از طرف حکومت چقدر شنیده خواهد شد؟ خب تا هنوز که امروز چهارمین روز از برپایی این خیمه هست، ما متاسفانه تا هنوز توجه جدی از سوی حکومت ندیدیم. خود نفس از این که این خیمه برپا شده خود از یک اعتراض است، خود از این مثبت هست، یعنی که این نشان میده که مردم بامیان به خاطر همین رویدادی که در بامیان اتفاق افتاده ناراحت هستند، به خاطر از این اعتراض دارن و مسئولین بیکفایتی که در قسمت اتفاق این رویداد نقش دارن اینا باید برای مردم پاسخگو باشن. تا هنوز ما صحبت هایی را که با مسئولین حکومتی داشتیم اینا طوری صحبت میکنن، مثلا میگن که در سراسر افغانستان جنگ هست و بامیان هم از چهار طرف با ولایت های ناامن هم جوار است و در صورت که در تمام افغانستان جنگ باشه بامیان استثنا نیست و این نشان میده که مسئولین حکومتی هیچ گونه توجهی روی امنیت مردم نداره و ما را ناامید می‌سازد در رابطه با این که در آینده هم امنیت ما تضمین نیست. پس اولین خواست جدی ما و کسایی که یا مردم بامیان که خیمه را برپا کردن این است که از امنیت آینده ما را تضمین کنند و ما را اطمینان بدن. و در قسمت دوم که اینا میگن که ما یک تعداد را دستگیر کردیم در پیوند به این رویداد، متاسفانه مردم هنوز به شما باور نداره. تا زمانی که شما به صورت علنی اینا را محاکمه نکنین، تا زمانی که شما اینا را افشا نکنین، مردم همچنان روی خواستای خود پافشاری خواهد داشت. این اولین اتفاق در بامیان است و باید آخرین هم باشه. و پس بنان اگر مسئولین حکومتی مردم اهمیت میده، باید کسایی که در یک قسمت نقش داشته اینا را به پنجه قانون بسپاره و برای مردم افشا کنه، به صورت علنی برای مردم اینا را محاکمه کنن، مجازات کنن. و در صورت یک گپی که برای حکومت محلی میگم و همچنان حکومت مرکزی، اگر دولت به این فکر باشه که ما یعنی روی خواستهای مردم توجه نداشته باشه، خیمه را جدی نگیره، معترضان را جدی نگیره، ما هم دو برابر، ما چند برابر روی خواستهای خود پافشاری خواهد کردیم. پس بناهن حکومت لطفاً روی خواستهای مردم معترض توجه کنن، وگرنه که ما اقدامات جدیتری را خواهد داشتیم. مثلا گفته میتونید که اگر حکومت صدای شما را نشنود در این خیمه، اقدام بعدی شما به خاطر این اعتراضتان چی خواهد بود؟ ما بر فعلا ما 4-5 خواسته را که مشخصا مطرح کردیم و ما منتظر هستیم که حکومت این خواستای ما را جدی بگیره. در صورتی که اینا جدی نگیره، ما خواستای ما هم جدی تر میشه و عملکرد ما هم جدی تر میشه. هر گونه عملکردی که اقشار مختلف جامعه را در بر بگیره و تعداد گسترده ای از مردم در اعتراضات ما اینا را خواستیم و بر فعلا ما با توجه به شرایطی که هست و تهدیداتی که وجود داره، یک تعداد به نمایندگی از اقشار مختلف جامعه این خیمه را برپا کردیم. ولی اگر نیاز ما حمایت گسترده مردم خواهد داشته، اقدامات جدی تری، حالا اگر تظاهرات باشه، به هر نحوی که روی حکومت فشار آورده شود و حتی تا خواستن استعفای مسئولین درجه یک ولایت بامیان که در قسمت این رویداد بیکفایتی کردند و غفلت وظیفوی انجام دادند. بسیار زیاد تشکر. بینندگان نازنین، این اتفاق دقیقا بعد از اتفاقی که طالب ها بالای بامیان حمله کردند و بت های بامیان از بین بردند، بعد از او این اتفاق بی پیشینه گفته میشه، دو رویدادی که در یک روز اتفاق میفته و جان بیشتر از هموطنان ما را در بامیان میگیره. در ادامه این گزارش میخواهیم که نظرات مسئولین حکومتی را اگر با ما صحبت کنند داشته باشیم. پس شما در ادامه این گزارش با ما باشید.
در همین محل اعتراض و معترضین خانواده های شهدا و یک تعداد از خانواده های زخمی های رویداد هم با ما هستند. برادری که در اینجا در کنار ما اینجا استاد بود که ما امروز هم میخوایم صحبت داشته باشیم، یک تن از اعضای فامیلشان در این رویداد زخمی شده و میخوایم که راجع به رویداد ازشان پرسان کنم. برادر، برای شما سلام. میشه در ارتباط به رویداد و در ارتباط به این که چی از به فامیل شما در این رویداد چگونه زخم برداشته و خواستتان از حکومت چی است، حداقل حکومت چقدر تا حالا برای شما توجه کرده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما تشکر میکنیم از برادرای خبرنگار و مهاجرینی که کمک برای خانواده های شهدا و مجروحینی که در بامیان در چند روز زخمی و شهید شده روان کرده، تشکر میکنیم. و این رویداد که از طرف دشمن است و دشمن کارهای خود میکنه به هر نحوه ای باشه، چیا برادرای نظامی ما را در سنگرها یا مردم ملکی را در شهر و بازار یا در مکاتب یا جاهای تجمع، دشمن کار خود میکنه. و تقاضای ما از دولتی است که امنیت مردم تامین کنه. ما صدها قربانی دادیم، چون چند سال با روس جنگیدیم، 2 میلیون قربانی دادیم که وطن خود فتح کردیم و در 3 میلیون شهید دادیم در این حکومتی که آمریکا آمده به عنوان دوستای بین المللی میگه. ما آمدیم برای تامین امنیت، آمدیم در افغانستان 2 میلیون شهید دادیم، هر روز وضعیت امنیتی ما بدتر شده رفتن. ما از حکومت تیره تقاضامند هستیم جدی که را شوخی یا سطحی فکر نکنن. ما شهروندا هستیم که حکومت است و ما شهروندا هستیم که وزیر دفاع است و وزیر داخله است، رئیس جمهور است. اگر شهروند نباشه حکومت یعنی چی؟ درست است؟ خب ما یک انتقاد مستقیما به عنوان یک شهروند و برای رئیس جمهور خود میکنیم، حق هم داریم برش رأی دادیم. رأی دادیم و حق هم داریم انتقاد هم بکنیم. ما رئیس جمهور خود رئیس جمهور نمیدانیم، وزیر دفاع خود وزیر دفاع نمیدانیم، وزیر داخله خود همچون، چون یا ٹھیکه‌دارای پروژه های سیاسی آمریکاست که پیش میبره و در این انفجار هیچ ملت افغانستان مقصر نیست، خارجی هاست که این انتحاری ها رو خارجی ها تامین میکنه و این ملت ما رو از پای در میاره. امروز آمده در کشور ما به عنوان دوست بین المللی پایگام داره. اگر برادرای دوستای بین المللی صدای ما را اگر میشنوین، ما شما را مورد خطاب قرار میدیم. وقتی شما آمدین در این کشور برای تامین امنیت آمدین، و چرا امروز این ملتی بیچاره و فقیر را به خاک و خون میکشین؟ از ما چی میخواهید؟ ذخایر معدن میخواستین بردین. اگر میخواستین که بیاین در کنار رقیبای سیاسی خود مثل روس و چین و هند در قلب آسیا پایگاه دارین، به هدف خود رسیدین، بگذارین ما ملت مظلوم یک زندگی بکنیم، یک نفس راحت بکشیم. این تیفلای بیچاره چی گناه داره؟ اگر شما رقیبداری سیاسی دارین با دیگر کشورهای ابرقدرت، جنگای روانی و سیاسی دارین، ما ملت مظلوم چی داریم؟ هر روز قربانی میدیم. ما بچه 5 ساله ما زخمی است، دختری کوچیکی که از نداشتنی مصارف خانه 12 ساله عطر فروشی میکرد، توتای دستش در روی بازار است. آیا شما دوستای بین المللی به خاطر تامین امنیت آمدین یا که جان ما را بگیرین؟ شما آمدین گفتین ما افغانستان میسازیم، شما فقط برای ما قبرستان ساختین. این تاکید ما برای دوستای بین المللی ماست. السلام علیکم و رحمت الله. ما حکومت از حکومت محلی ما تقاضای ما است که امنیت ما را بگیره، ولی حکومت محلی ما که در همین ولایت بامیان است، والی ما، عامر امنیت ما، اینها تقصیر نداره، تلاش خود میکنه. اینها از جاهای بالا سپورت میشه که اینها توان جلوگیری شده نداره. ما جدی میگیم، ما خودم نظامی بودیم، ما 12 سال عسکری کردیم، ما میفهمم. ما جنگ های سخت از هلمند گرفته تمام ولایت 24 ولایت افغانستان ما وظیفه اجرا کردیم. امروز میبینیم مثل گداها کار میکنیم، بیچارگی میکشیم. کسی اگر 12 سال در یک حکومت عسکری کنه و بالاترین جایگاه را داره. ما خودم لیسانس داریم، با لیسانس رفتیم سرباز عادی شدیم. ما ایرا جدی میگم، ما از کس ترس و حراس نداریم. ما او روزی اگر ترس میداشتیم در عملیات ها در جنگ ها نمیرفتیم. ما جان ما از قربانی هایی که امروز در این ولایت دادیم بهتر نیستیم. ما ایرا جدی و صریح میگم برای رئیس جمهور خود میگم، رئیس جمهور آقای دکتر اشرف غنی،
این ملت برای تو رأی داده، ما امنیت خود از تو میخواهیم. میشه که شما بگوین که در ارتباط با کسایی که زخمی شدن خصوصا برای خانواده شما حکومت تا حالا چقدر هیچ ما فقط بردیم در چی؟ در شفاخانه، اونجا در شفاخانه گذاشتیم و تحت تداویس. دیگه هیچ کمکی ما از جای نه درخواست کردیم و نه میخواهیم و نه درخواست کردیم و نه میخواهیم. به دلیلی چی ما نمیخواهیم که ما این کمک چی کنیم؟ اگر برای ما کمک میکنه مقدار پولی دوای در قبال از صدها جان هموطن ما رو میگیره، ما هیچ کمک نمیخواهیم. گوش نمیشینیم، بدون دوا میشینیم تامین امنیتی ما رو تامین بکنه. این خاک و خونیم، این مردم هر روز به خاک و خون نکشه. این مردمی است که به آرمان های بلند این جوان ها زندگی میکنه. او دختر عطرفروشی که میگفت امیر پنج روپه از ما قیمت تر بخر که نیم نان برای برادر برای خواهر خود ببریم، که ما هم خانواده شهید هستیم. پدرشان در هلمند از دست داده بود، شهید شده بود، عسکر دولت بود. گفت امروز دیگه برای ما ماش پدر ما رو حواله نمیکنه. میگفت پنج روپه حضور میکرد که پنج روپه قیمت بخره، نصف نان به خانواده خود، به برادر خود، به خواهر خود ببریم. ما او را که هر روز در بازار میدیدیم به جای شادمانی گریه میکردیم، چون از همسنگرای ما بود، از هموطنای ما بود. ما روزی که در وزارت دفاع در نوکری میشدیم دم دروازه، صدها مادر پیر، صدها پدر پیر میامدن استاده میشدن که ماشای بچه های ما قد شده، ما خانواده شهدا هستیم، نان نداریم، لباس نداریم، زمستان سردی شده، هیچی نداریم، گریه میکرد. ما او روزی که ما خود ما به جایی که بشینیم با اونها دردش رو گوش کنیم، اونا میگفت ما گریه میکردیم. آقای اشرف غنی، در پشت دروازه تو، دروازه وزارت دفاع با ریاست جمهوری 5 متر فاصله داره، مردم پشت اون دروازه از غربت گریه میکنه، تو پشت این دروازه چی میکنی؟ اگر تو مسئولیت داری، روز اول میگفتی که کلاه قرقلی خود سر خود گذاشتی، گفتی عیف که به حق این کلاه ظلم شده، این پست یک بره بود، این بره را کوچیک کشت کلاه جور کرد. تو وقت حیف میخوردی که در حق کلاه ما ظلم شدی، امروز در حق چند میلیون، 35 میلیون انسان ظلم میشه، توته توته میشه، پارچه پارچه میشه. تو کجا هستی رئیس جمهور؟ آهسته رسیدیم به مرکز شهر بامیان و دقیقا در جای استاد هستیم که در چند متری ما حادثه رخ داده بود و حادثه اولی که در اینجا دو حادثه رخ داد، یکیش انفجار بزرگی بود که رخ داد و بعد از او ماین چسبکی یا مغناطیسی بود که دقیقا 5 دقیقه بعدش انفجار صورت گرفت. در امی بازار هستیم، این مکمل بازار خود شهر بامیان است. بین در تصویر با ما همین قسم در بین امیسر چارایی قسمی که شما میبینین، عبور و مرور مردم خیلی زیاد است، یک نقطه خیلی مزدحم شهر است. دقیقا در اینجا انفجار صورت میگیره و تمام دکانهایی که در کنار در این محل رویداد هستن صدمه میبینن، شیشه های دکانها میشکنه و هموطنهای ما در اینجا جام شهادت مینوشن. در اینجا دکاندارایی هستن که در مورد حادثه بیشتر میتونن همراه ما صحبت کنند. آمدیم در سر زمین چارایی در محل رویداد تا بتانیم از چهار طرف از دکاندارا پرسان کنیم اینجا عده زرنجام است، یعنی جایی که زرنجا هستن، بیشتر گواه رویداد اونا هم بودن، با اونا هم صحبت خواد داشتیم و بعد از او دقیقا این جاده وصل میشه به ولایت بامیان، به جایی که مقام ولایت است، میریم به طرف ولایت بامیان و مقام ولایت در جایی که جوانا بر رسم اعتراض خیمه تحسن را چند روز میشه در اونجا
ایجاد کردن و با جوانان هم صحبت خواهد داشتیم. بین که از رویداد، از شواهد این رویداد، از کسایی که گواه از حادثه بودن و عملا شما میبینین که نزدیکترین دکانی که در این حادثه خیلی متضرر شده قصابی بوده که در اینمینجا این رویداد و انفجار در اینمینجا صورت میگیره و در حال ترمیم هستن و میقسم دکان های گرده برشان. من میرم به داخل دکان تا بتانم از مالک از این دکان کمی صحبت کنم امروز و از جزئیات رویداد ازش بپرسم. به همین شکل از کنار خیابان وقتی که به این طرف میم، مغازه دیگه هم در این طرف است که در نزدیکی رویداد بوده که با صاحب از این مغازه میخواییم که یک مصاحبه داشته باشیم که نمیفهم که نیستن، فکر میکنم. سلام علیکم. پدر خوب هستین؟ صدمند بخیر هستین. صاحب از این مغازه هم آمدن. پدر نازنین، میشه که یکمی راجع به رویدادی که در اینجا اتفاق افتاد، شما همینجا عملا حضور داشتین، قسمی که معلوم میشه دکان شما مستقیم در جایی است که همین رویداد اتفاق افتاده، میشه که راجع به این رویداد برای ما بگوین چشم دید خودتانه؟ سلام، اسم من سید حسن است، اینجا دکاندار هستیم. برادر ما اینو میچیدیم، تخت شته بودیم، اینجا مشتری هم داشتیم، روبروی ما قضیه مشتری گپ میزدیم که یک همیت شوست وست هم تو وحشتناک. ما دمی فرصت، دمی فرصت شد که روی دکان پروید کردیم خود، یعنی انداختیم که گرم صدا شد دیگه، یک دقیقه رو همینجا گرفتیم که دیگه گرم صدا از بالا از دورتر ما شنیدیم. باز برآمدیم از دکان، برآمدیم این طرف، قرار بود که بگریزیم. خب اینجا صدای کس شنیده شد، داد و ویلا میکدک. باز این طرف آمدیم که یا کمک شویم، آمدیم که اینجا دیگه پلیس ترافیک افتیده از بین رفته، یه سعی کردیم دیگه پایین آمدیم، پایین تر که هر کس هم که سر در سر تقریبا به حدود 17-18 نفر از این ساحه ما اینا رو در موتور بار کردیم، کسی در سر خورده بود، کسی در دل خورده بود. دیگه وضعیت بسیار وخیم بود در اون وقت. یمی چیزی در ادامه قدر مدت، چند سال میشه شما در بامیان زندگی میکنین؟ در ادامه قدر مدتی که زندگی میکنین، آیا چنین حادثه کدام وقت دیگه مت؟ نه، هیچ وقت ما در بامیان همچین حادثه رو هیچ وقت نشنیدیم ندیدیم. واقعا وحشتناک بود، خیلی زیاد وحشتناک بود. طفلای خرد ما اونجا دیدیم که بالا کردیم، مغز سرش در زمین ریخته بود. دیگر دختر ما اونجا دیدیم، یک دختر سن خرد اونجا پاره پاره شده بود. مثلا این خیلی وحشتناک بود، خیلی زیاد وحشتناک بود. تلفات از این حادثه را حکومت 20 نفر اعلان کرده، شما که گواه از این حادثه بودین، به نظر شما آیا واقعا 20 نفر در اینجا تلفات دادیم یا بیشتر از 20 نفر؟ ما تخمین زده نمیتونیم، شاید اینی ما با کسی که با ما همکاری میکرد 18 نفر ما بالا کردیم. در این 18 نفر تقریبا 10-12 نفر از این ما شهید بالا کردیم که همینجا مرده بود، از بین رفته بود، اینا جان نداشتن اینجا، بخیر تکمیل از بین رفته بود. دیگه کسایی بودن زخمی حاد بودن که اینا واقعا این امید زنده بودن نبودن. 17-18 نفر ما از اینجا بالا کردیم. دیگه مردم هم همکاری میکرد، کمک میکردن، بالا میکردن. دیگه دقیق ما گفته نمیتونیم که چقدر تلفات شده بودن، چون دو وقت خیلی وحشتناک بود. چی فکر میکنین سران حکومت در حال ریزنی به خاطر صلح هستن در دوحه؟ این قسم حادثات در ولایات مختلف افغانستان هم روزه ما شاهدش هستیم، شما چی فکر میکنین؟ آیا به این قسم صلح قابل پذیرش شما من حیث یک شهروند است؟ نه هیچ وقت. اگر اینا در دوحه اونجا شیشتن که صلح میکنن، اقلا آتش بس کنن، گروه های توریستی دست از انفجار و انتحار بردارن، بشینن صلح کنن، در یک نتیجه برسن، مردم آرام امنیت زندگی کنن. اگر صلح میکنن، اگر که نمیکنن دیگه نشستی دوحه با این حالت بی معنا است دیگه، کدام معنایی ندارن. این طرف خون هزاران ملت بی غریب، کراچیوان، کارگر، دکاندار، کلش همینج غیر اون یک پلیس ترافیک اینجا شهید شد، یک کلش مردم غریب بی گناه اینجا شهید شد. اونا در دوحه که بشینن بی فایده است، بی معنا است دیگه، کدام معنایی ندارن نشست از اون. باید اینا در اول آتش بس کنن، آتش بس در قدم در شرط اول باشن که آتش بس شوند، انفجار نشوند، کشته نشوند مردم، بعد از باز بشنن صلح کنن. همین قسم که در بازار میم، در جایی که رویداد اتفاق افتاده، همینجا گفتم که عده زرنجاست که از اینجا بار میبرن و یکی از شاهدای عینی که در این رویداد در اینجا بوده برادر است که در تصویر با ما. سلام برسه برات. برادر نازنین، میشه که راجع به رویداد برام بگوی؟ خودت در چند قدمی از این حادثه بودی، چیزی که چشم دید از رویداد داشتی برای ما میشه تعریف کنی؟ سلام علیکم. والا برادر گل، امروز روز چهارشنبه، ما صبح کی در کار آمدیم، همینجا ساعتای 3 بجه بود یا 3 و نیم بجه بود که در ساحه روخ بروخ همی خیاطی ما بودیم.
گرم ناگوانی شد، برای ما کدام حادثه ای رخ نداد و از جمع اندوالای ما یک سه زخمی داریم و یک دو کشتگی داریم. کسایی هستن که رکشاوان بود؟ کسایی بود، کارگر رکشاوان بود، بچارا بسیار زحمت کش بود. کراچیان های سوباله و ترکاری فروشان به مون نسبت ما یک چند دانشه که در موتر بالا کردیم، دیگه موتر دولتی آمد و ما را نمونده. دیگه ما هم از این گپ آقیان که خیلی وقت 20 سال میشه که از این گپ ها نبودم و جناب عالی صاحب و رئیس امنیت صاحب یک دو ماه یک سه ماه شده که یاد بامیان آمده همین گپ ها رخ دادم. بچه نسبت که ما در کار آمده نتانیم و اولاد بچه ما گوش نمیمانیم. سلام علیکم. ما اگر بازم اگر امنیتی بانم ما از این خوشدار هستیم و اگر نمانه دیگه از این گپ ما چی فکر میکنی بعد از این رویداد در بامیان، او بامیانی که امن بود، آیا بعد از این هم دیگه امو امنیتی باشه؟ اگر امنیتش گرفته شود یه از این گپ ما از عالی بامیان تقاضا مندیم. از امنیتی. حکومت تقاضایتان چی است؟ از کسایی که فعلا در کشورهای خارجی در دعا در ارتباط به صلح گپ زده رئیسان و حالا آرامی باشه بهتره دیگه. این هر روز این گرم و گرم دیگه ما را کشتگی دادن و کشتن بهتر که فایده نداره. خیر ببینید. بخیر بسلام. بخیر باشید. بین که همه قسم در چهار اطراف از این بازار طوره که شما در تصویر براتون همکارم نشان میده که آثار جنگ هنوز هم باقی است. دیده میشه شیشه های دکان ها اکثر زیادشان از بین رفته. اکثر زیاد دکان هایی که در این کنارها هستن اینا شیشه های خود تبدیل کردن یا در حال تبدیل کردن هستن. عملا در او دکانی که در سر چهارراهی نزدیک به حادثه است میبینیم که در حال تغییر دادن دکان خود هستن، در حال ترمیم هستن، شیشه های دکان خود ترمیم میکنن. و می شکل کمی بالاتر میخوایم بریم به محل دوم حادثه تا در اونجا هم از اهالی کسایی که در حادثه بودن از اونا پرسجو کنیم و راجع به حادثه از زبان خودشان عملا مستند بشه. طوری که براتون گفتم عملا دکاندارا در حال انداختن شیشه های دکانشان هستن و پدری که در اینجا در کنارش ما برم. پدر جان سلام برات برسه. وعلیکم السلام. برات شما سلام برسه. قربانت پدر جان. میشه که شما از رویداد برای ما بگوین؟ شما دقیقا روبروی همین حادثه بودین، در اون ساعت چی میکردین و چگونه این رویداد رخ داد؟ دمو ساعت دمو بچه که به نام رفیع ترکاری فروش بود کراچی داشت، او یک دو بجی زغال برای ما فروخته بود، پیسه اش آورده بود. امون لحظه که ما را برای ما پیسه داد از اینجا حرکت کرد رفت طرف کراچی ترکاریش. امون یام که رسید یک دفعه انفجار صداش بالا شد، یه گرم کرد. دیدیم که از اینجا که مون چند نفر و زرنجوالا هم موجه بود و همین کراچی والای ترکاری هم موجه بود، اونو ما افتیده بودن دیگه. این شایی دکان ما مکمل تخریب شد، دیسی خود من شیشه خورده بود دیگه. ایراد از دولت خود تقاضامان نستم که جلای این کارا رو باید بگیرن. چند سال میشه که شما در بامیان زندگی میکنیم؟ ما دوری ما در بامیان. در بامیان در عمر جدا از این که دوره طالبا بود های بامیان انفجار داده شد، بعد از او این فکر میکنم اولین رویداد دیگه این میاد. رویداد اولین بارش هست که بعد از طالبا حکومت طالبا در اینجا انفجار شده. قسمی که شما نزدیکترین کسایی بودین که در این رویداد میتونستین زخمی و شهیدای این رویداد رو ببینین، به نظر شما چقدر از هموطنای ما در این رویداد جانای شیرینشان از دست داده باشند؟ ما خود دقیقاً خبر ندارم، اون تا 4-5 نفر همین جفتیده بود که باز پسانش پلیس اومد یارو برداشته بود شفاخانه. درست. دیگه یک تعدادش زخمی هم بود، زخمی هم جانش از دست داد. درست. خداوند متعال روح از اونا هم شاد داشته باشه. بیاین که بریم به یک دکان دیگه که دکاندار در اون منطقه
زخمی میشه و فعلا طفلک خردش آمده و به جای پدرش نشسته و دکانداری میکنه. همراه از اون هم صحبت داشته باشیم. دخترک خرده در اینجا دکانداری میکنه که ما اول سلام میکنم برای زی خوارک نازنین و برای پدرشان شفای عاجل میخوایم. میشه خودت راجع به حادثه بگویی، راجع به پدرت بگویی و چگونه خودت خبر شدی و امروز خودت به جای پدرت آمدی، چی فکر میکنی؟ پدرم در اونجا ایستاد بود، یک دفعه تاریک شد، تمام جای دید که تمام شه افتاد در روی زمین و دستش هم زخمی شده پایش دیگه. ولی هم دکان خیلی به هم رخته بود. ما دیروز آمدیم شایش جمع کردیم و ولی دیگه جمع جور میکنی. درست. و خودت دیگه دکانداری میکنی؟ خودم دکانداری میکنم. درست. چه قسم خبر شدی که حادثه شد و پدرت زخمی شده؟ یک دفعه در خانه شده بودیم که یک دفعه صدای انفجار، من انفجار شده بود. باز همه کس گفته که در بابا زنگ دهید. دیگه باز ما آمدیم دیدیم که اینجی افتاده بود، مردم زخمی بود. درست. و حالا پدرت چطور است وضعیتش؟ حالی خوب است. وضعیتش خراب نیست. درست. خانه است. درست. ببینید که بالاخره یک انفجار باعث میشه که هموطنان ما چقدر به خاک خون کشیده شوند، چقدر سرگردان شوند و بالاخره به خاطر امرار معاشیت، به خاطر پیدا کردن یک لقمه روزی حلال، دخترک از این خانواده بیه و پدرشان هم همینجا هستن آمدن. پدرشان بین از نزدیک بیا پدر جان، شما سلام برای شما، شکر که شما زنده هستین و جور هستین. میشه راجع به حادثه بگوین که شما در دکان بودین، زخم برداشتین، این حادثه چگونه برای شما رخ داد؟ ما در این دکان بودیم که حادثه این من یک صدا کد دیگه نمی جفتادیم، یه نفهمیدیم که کجا بود نبود، یعنی شیشه و سودا کلا ریختین فر. درست. تمام میشین. یک نفر اینجا افتاد، پیش روی افتاد. درست. این حادثه تقریبا در حدود 25 سال یا 30 سال میشه که همچون یک حادثه در اینجا اتفاق نفتاده. نه. درست. شما از حکومت چی خواستتان است؟ این حادثه برای مدت ها برای اولین بار همچون یک حادثه بزرگ برای اولین بار در بامیان دیگره از حکومت میخواییم که جلو از یار بگیره دیگه، امنیت کم دقیق بگیره دیگه. درست. نه اله. این حادثه است که بامیان بعد از 25 سال این حادثه شده دیگه. درست. و در حادثه وقتی که صورت گرفت حکومت چقدر در اسرع وقت دانست خودشان برسانه؟ حکومت تقریبا 15 دقیقه بود. آره. درست. به خاطر انتقال زخمی ها که رفت و دیگه می جنازه اینجا بود دیگه. درست. براتان شفای عاجل می خواهیم و امید از اینکه دوباره همچی یک حادثه در هیچ جای وطن ما تکرار نشه. در ادامه گزارش باشین بین که بریم به محل دوم رویداد، در جایی که دومین انفجار صورت گرفته. نازنین، در رویداد در دومین جایی که این حادثه رخ میده، دقیقاً 5 دقیقه بعد از رویداد اول که در پایین بازار بوده، رویداد دوم در بالای بازار اتفاق میفته و انفجار در کنار از این جدول سرک، در کنار از درخت، در جایی که یک پدر موچی در اینجا کار میکرده اتفاق میفته. در این حادثه کسایی که در این چهار طرف بودن گواهی رویداد هستند. همراه ما یک هموطن ماست که در همینجا شاهد همین صحنه بوده، بیشتر از زبان از اینا میخوایم بشنویم. پدر نازنین، میشه که راجع به این حادثه برای ما بگوین؟ اول حادثه که در پایین رخ میده و بعد از او حادثه که در اینجا. خدمت عرض شد که اول صدای انفجار از پایین آمد که در بامیان این به سابقه بود، مردم متوجه شد که اگر بالون گاز گپا باشه و قدر زیاد وحشت نداشت، کلگی بر آمده بود سعی میکرد که پایین چی گپ است. از جمله دو سه نفر که اینجا شهید شد در این قسمت استاد بود و پایین سعیل داشت نمی جایی که ما و شما هستیم و انفجار دومیش که در اینمی ساحه بود، این انفجار کرد بدون از اینکه مردم متوجه چیزی باشه یا کدام چی گپ شد یا نشد. ولی قبل از اینکه انفجار کنه یک دقیقه پیش این موچی هم از اینجا رفته بود، بنده خدا، طرف خانه خود. چون 25 بود دیگه، نزدیک شام میشد، مردم میرفت خانه دیگه. یک اتفاق افتاد، اتفاق ناگواری که اصلا در فکر هیچ فردی در بامیان تو قصه نیست و نمیشد، به سابقه بود، مردم هم بدبخت ساخت. کل مردم ملکی، بیچاره کراچوان، دکاندار،
بینی مردم ها تلف شده دیگه، یکی کدام هدف اگر خاص می داشت در میرو ارگان های دولتی را اگر انتحار می کردی چی گفت پس که کراچیوان 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 کشته شده زرنگ والا کراچیوان آبرینه که در سرک را می رفت کشته شد زخمی شد. این اتفاق بود که ما اینجا شاهدش بودیم و دیدیم. درست دقیقا گفتم می دانیم که در رویداد دوم چند نفر از هموطنان ما در اینجا در این قسمت سه نفر شهید شد. یکی بچه از دکاندار بود، دو تای دیگه از اون مارکت برآمده بود پایین سعی میکرد. سه نفر شهید شد، شاید تعداد 12 نفر زخمی داشت. سه نفر داود سم داود دکاندارا زخمی شده. دیگه در روی سرک افتیده بود، در این قسمت بود، در این قسمت بود کسایی که راه میرفت. 12 نفر دیگه زخمی داشت. و از افراد نظامی که در این ساحه در این ساحه چی؟ بیخی کسی نبود از افراد نظامی در پایین یک پلیس کشته شد، یک ترافیک دیگه هم در پایین زخمی شد. دیگه از نظامی های نمی کسای تعدادشون بود که به میاد اون ترافیک که وظیفه شونجا بود پلیس هم شاید به لباس شخصی دنبال سودا در خانه خود آمده بود دیگه کسی خاصی نبود در اون قسمت. درست دقیقا شما می فهمید که سران حکومت امروز در دوحه صلح تبادله دارن و گفتگوهای صلح جریان داره، چی فکر میکنین صلحی که به این قسم در ولایت افغانستان در تمامش تقریبا گفته میتونیم که هر روز یک انفجار و انتحار است؟ با صلحی که در قیمت خون مردم در قیمت جان مردم تمام میشه این معنی نداره. مثلا طالبان میگه ما در افغانستان با آمریکایی‌ها که اصلا مسلمان نیست صلح میکنیم، ولی اینا چی مشکل داره؟ یا خود عقلش تو میفهمی مسلمان است پیرو هر مذهب و کیش باشه فرق نمیکنه. هیچ کس گفته نمیتونه که اینجا غیر از مسلمان کس دیگه ای وجود داره. این چی معنی داره این سال؟ سال بودن از یعنی چی؟ کراچوان چی کار داره در حکومت طالب یا در حکومتی که فعلا وجود داره؟ هیچ مشکلی وجود نداره. تقصیر از او چی است؟ هیچ چی نیست. سال با قیمت جان مردم با قیمت خون مردم که نمیشه سال. این خونه سال گفته نمیشه. یک نو نسل کشی بگیم یا انتقام جویی بگیم دیگه کدام گپ خاصی وجود نداره. کی رو کشته اینجا؟ کلش کراچوان موچی آبرین پدره و کیر هیچ کدوم گپ خاصی نبود. گفتنی شما برای حکومت چیه؟ برای حکومت، حکومت امروز هیچ کس چیزی گفته نمیتونه، امنیت خود گرفته نمیتونه، چی برسه یک بازاری که بامیان از اون طرف تا این طرفش شما دیدین که یک بازار بسیار کوچیک است و حتی میتونه ارگانهای کشفی و امنیتی مردمش رو بشناسه، شناسایی کنه که این تعداد مردم در شهر زندگی میکنن و کسایی هم از دیگه جای می شناخته میشه که چی است. بی توجهی از حکومت است. اینجا چی گپ داره؟ امنیت هست میتونه دو تا کراچوان رو در طول رو سر بالا سر پایین پیش کنه که در روی بازار نگشت، ولی چطور است که نمیبینه که اینجا کسی من جا با جا میکنه انتحار میکنه؟ از این چطور خبر نداره؟ این غفلت هست، بیتوجهی است. تشکر از شما. در ادامه گزارش باشین تا از اهالی دیگه که در این کنار در انفجار دوم نزدیک بودن و گواهی رویداد بودن از زبان از اونها بشنویم. بینندگان نازنین، دقیقا در کنار زمین درخت پدر نازنینی که زحمت میکشه و تیز میکنه چاقو و اره و مردمه در کنار زمین حادثه بوده. در روزی که رویداد هم اتفاق افتاده در امی اطراف بوده، ما میخوایم که از زبان خودش بشنوم. پدر جان میشه راجع به این حادثه بگوین؟ حادثه اول که رخ داد و بعد از اینکه حادثه دوم رخ داد. ما یک نفر اره ورده بود، اره از رو تیز کردم اون اومد، ما تیلم زره از رو بودم گفتم برم بیگاه هتل برم، بازم هم اینجا ششتم کن آمد گفتم آکم برم، از این چرخ گرفتم اینجا اگه مچی بود و کارتن لغم کد مرفتم هم خانه خود. ما از اینجا اونجا که رسیدم در سرک که بسیار اگه انفجار قوی از پایین آمد گفت کچه شفاخانه اونجا بازی گفت که انفجار کده، بازی گفت خط مشک زده دیگه، او بسیار انفجار قوی کده اینجا لرزه کد. از این سر کچه تایتانی که رسیدم دکاندارا گفت بابا کربلای بیا قیچی تیز کن، یک سه قیچی را اورد نو انتر واس کده بودم که کم تیز میکنم که دیگه گرم کد. مردم گفت که آلی دیگه اینجا دیگه زیر دبر میشه بگروزین کلیگی بازم رفت دیگه بازار ایلا خیدم دیگه گفتم من رفتم قیچه ها را دم پل خلاصی پلاستیک انداختم رفتم بیگا دیگه. صبح نه ساعتای ده دوازده بجه و دکاندار آمد بابا همگی گرختیم از خاطرم دیگه اینی توش. بله پدر جان، بعد از حادثه که طالبا در بامیان بوتای بامیان از بین بردن، او وقت در او زمان بودی در بامیان؟ او زمان ما در بامیان بودم، در اطراف بودم. درست اه. از او زمان به این طرف این دیگه اولین رویدادی است که در بامیان اولین رویداد است. بله خودی مرم داداش بر تو ورمی سن قرغنتو طالبا مرمی تیر کرد، ما دستایم ترکیده بود. بله. گفت ما که غریب سلایده، گفت ما که وبال ده فرض خدا مرمی پوشک پرند عمره، گفت برو من تکت دیگه فرض خدا ما خساره دمو دوره نرسدم مرمی تیر کرد. درست. ولی دو مرمی زد پوچک بازم، یک
مولایی دراز بود گفت ما که غریب سلایده گفت مرمی یعنی خدا آمده که نگاه کرد اونجا مرمی صدا نکرد دمیدی قرغنتو بودم خرد پیشون بود او دیدایی میرفتن خدا نگاه کرد مرا در این رویداد چی فکر میکنی پدر جان چقدر برای از این دکاندارا خساره مالی رسیده باشه؟ خساره مالی یعنی شیشای از این مایده اجده و یک بچه که از با شهید شده دیگه نفرا بود دیگه میتر دیگه من نبودم دیگه دیگه درست دیگه من خودم دیگه درست برای زخمی ها شفای عاجل و برای شهدایش هم بهشت برین میخواییم از خدا بهشت برین دعا میکنیم خدای بدبختی ها را از کل مردم افغانستان دفت کنه الهی آمین خیر ببینی پدر جان خداوند یک آرامی کنه امنیت کنه خداوند این بلاها را دفت کنه الهی آمین چیز دیگه که ما از شاهدای رویدادها شنیدم این است که وقتی که انفجار اول در پایین بازار صورت میگیره و انفجار دوم در بالای بازار بعد از او جوانای زمین سرزمین جوانای شهر بامیان بر رسم اعتراض و احترام بخشیدن بر روح شهدا در چوک الکین در شهر بامیان جمع میشن تا که در اونجا شمع افروزی کنن در امی حین که اینا جمع میشن اما یک تعداد زیادشان به خاطر رسیدگی بر زخمیای رویداد میرن به شفاخانه در اینمی چوک الکین که قرار بود این جوانا جمع آوری کنن خودشان جمع شون و در اونجا شمع افروزی کنن حادثه سیوم رخ میده و موتر ماین در اونجا که ماین چسبکی بوده انفجار میکنه خوشبختانه در رویداد سیوم تلفات جانی نداشته به دلیل از اینکه جوانا میرن به طرف شفاخانه به خاطر کمک برای زخمی ها در رویداد سیومی که در امروز روز در شام روز اتفاق میفته خوشبختانه که تلفات جانی نداشته صرف یک دو دکان یا چند دکانی که در کنار بوده اونا تخریب میشه قسم که به طرف مقام ولایت می رفتیم چوک الکین هم دم رای ما آمد و ما با خود در اینجا یکی از فعالان مدنی شهر بامیان دارم کسی که گواه رویداد بودن و رویداد سیوم تقریبا در امی قسمت او طرف چوک اتفاق مفته و انفجار سیومه که خوشبختانه تلفات جانی نداشته بین که برازی وطندار ما سلام کنیم و در مورد اتفاق سیوم از شما پرسان کنیم سلام بر روح پاک شهدا مخصوصا شهدای اخیری که در حملات انفجاری و انتحاری بامیان شهید شدند و جام شهادت را نوشیدند و بامیان شاهد اولین رویداد انفجار انتحار بودند در بامیان و مردم بسیار وحشت زده بودند و وقتی انفجار اولی که در سرک نه واقع در کوچه شفخانه رخ دادند و بعد از ده دقیقه در انفجار دوم پیش مارکت ولی اثر رخ دادند و فعالین مدنی میخواستند که در شام چون همین قسمی که میبینین چوک الکین مشهور به چوک الکین اینجا هستند که همیشه چی به خاطر آفات طبیعی و چی به خاطر عملات توریستی چی بین المللی بوده و چی داخل کشور بوده غم شریکی خود مردم بامیان از این آدرس اعلان داشته بودن و میخواستن فعالین مدنی در امی ساحه یک شمع افروزی کنن به خاطر امی شهدا و به خاطر که هلیکوپتر به خاطر آب و هوا خراب بودن که شام رسیدن از کابل و ما مصروف شدیم تا زخمی ها را از شفخانه انتقال بدیم به طرف میدان هوای شام نتونستیم که به شمع افروزی بیاییم اینجا فعال کنیم و انفجار سیوم هم که به امی تایم که ما میخواستیم اینجا یک شام روشن کنیم امی انفجار هم اینجا سرخ دادن بله. و قسمی که ما اطلاع داریم تلفات جانی نداشت. تلفات نداشته بودن چون کسی نبودن و از فعال مدنی هم کسی نموده بودن چون همه مصروف انتقال دادن زخمی ها بودن از شفخانه الی میدان هوایی. شما من حیث یک فعال مدنی که در شهر بامیان فعالیت میکنین حملاتی که بعد از 25 سال در بامیان رخ داده ایره چی گونه یک تصور از این حملات دارین شما؟ این یک ضعف امنیتی هستند چون ما شاهد از این صحنه هستیم وقتی که مثلا کسی در دروازه بامیان هم زیاد جدی نیستن و کسی که میاین در بامیان شو میشنن مخصوصا در بامیان دمی اواخر با آن از کسای مردم های بیگانه زیاد شده بودن که مثلا کسایی بودن که یک سه چهار آینه های روی می آوردن می فروختن با ویسا پل برفا گره که مثلا در 300 افغانی می گرفتن در 20 افغانی می فروختن داشتن ولی هیچ گناه توجه دولت نبودن ولی یکانه توجه دولت در حساب رستوران مردمی مسافرینی که از ولایت غور
دایکنده از ولسوالی های بهسود اینجا شوباش می بودن، درباره از اینا زیاد تحقیقات صورت می گرفتن. مثلا در شوای تزی هستن که یک برادر خواهر تقاضای نکاحت ازشان کرده بودن که شما رقم، ولی در حملات انفجار و انتحاری اینا بر ما کمک نمیشن، بر ما تلاشی نیستن. کسی که میاین در بامیان رفت آمد دارن، دقیقا ازش سوال نمیشن که شما چی کار میکنین، کجا میرین، کجا نمیرین. آیا کسی که بر تجارت در بامیان میاین سرمایه سنجیده نمیشه که میخواه رای دور میخزن، مثلا از ولایت های دوردست میاین، آیا امی هزینه که شما دارن، آیا امی سرمایه که دارن سنجیده شوه که به میخواه رای دور میاین مسافرت میکنین، ارزش رفت آمد و کدام مفات با شما خواهد داشته و نداشته بودن. درست و میشه که شما برای ما بگوین من حیث یک فعال مدنی در قبال این حملاتی که صورت گرفت و این حادثه که صورت گرفت تا حالا چی اقدام کردین؟ و جمله کسایی که در امی فعال مدنی هستین در بامیان، ما اقدامات خود کردیم و ما یک خیمه اعتراضی هم زدیم و پاسخ از دولت میخواستیم و جناب والی صاحب گفتن در 34 ولایت افغانستان انفجار است، انتحار است، مردم ها کشته میشه، چرا در بامیان نشن؟ یک چیز بسیار عادی هستن، ولی ما خواستار از هستیم که هرچی عاجلتر. و یک قضیه دیگه هم هستن که میگفتن ما گرفتیم کسایی که به این قضیه دست داشته بودن، ولی ما نمیتونیم چون از خود مردم هست افشا کنیم، بعضی نفرا موانع ما میشه بعضی کارها و ما خواستار افشا شدن از واسطیم و کسی که میخواه خاک خون و وطن ما را در این روز برسانه، ما میخواییم که برای ما آشکار بربلا شده. درست. و این خیمه اعتراضی شما هنوز هم پابرجاست؟ بله دقیقا پابرجاست، تا ما جواب خانه کننده از دولت نگرفتیم ما خیمه خود را به هیچ عنوان جمع نخواهیم کرد. گاهی از نهادهای حکومتی هم به خیمه شما تا حال آمده تا برای شما پاسخ بگه یا خیر؟ گرچند از ارگانهای محل آمده همی از مقام والی صاحب از نفرهایش به خیمه ما، نه به عنوان غم شرکی، خیمه ما رو جمع کرده بردن. این خیمه ای که ما زدیم خیمه دوم است. درست. پس ما با اتفاق هم با فعال مدنی از این ولایت میریم به طرف خیمه تا اوجا ببینیم که جوانایی که در او خیمه اعتراض کردن در چی حال هستن و آیا صداشان شنیده میشه یا نه، و بعد از اون گزارش به پایان میرسیم. بیننده هماکان خیمه پابرجا هست و متاسفانه نتونستیم که نظریات مسئولین امنیتی را در ارتباط به این حادثه بگیریم. متاسفانه هر کس نظر مختلف داره، از او خاطر در همین جا گزارش خود را به پایان میرسانیم، ولی در این روزها در بامیان میمانیم و قرار است که در برنامه های آینده به فامیل های شهدا کمک رسانی کنیم. از شما هموطنان ناظرینی که در خارج از افغانستان زندگی میکنین، از شما تقاضا میکنم که بیشتر برای مردم بامیان کمک هایتان بفرستین. مردم بامیان مردمی هستند که همیشان فقیر نشین هستند، کسایی هستند که بسیار با رنج و زحمت میتونن شب روز خود پیدا کنن، و در این حادثه هم بیشتر هموطنایی که شهید شدن و زخمی شدن کسایی هستند که یا کراچیوان هستند یا ترکاری فروش هستند، شغلای آزاد دارن و از نگاه زندگی در یک سطح ابتدایی زندگی قرار دارن. از شما میخواییم تا به شماره واتساپ برنامه کمک های خود برای مردم بامیان، برای هموطنهای ما که در این حادثه شهید شدن و برای هموطنهایی که زخمی هستن و نیاز برای کمک دارن، بیشتر کمک های شما را داشته باشم. در برنامه های آینده با ما کریم اسیر و همکارم باشین در ولایت بامیان.
سر میزنیم به خانواده های شهدا، درد دل از اونا را میشنویم، کمک های شما هموطنان را بر اونا میرسانیم، همچنین سر میزنیم برای خانواده های زخمی ها و همراه از اونا هم کمک های شما را شریک خواهد ساختیم. سپاسگزار همتان هستم. وقتتان خوش. کریم اسیر، ولایت بامیان.